ببخشید من الان 16 سالمه و تو این بازار تقریبا الان 3 ماهه که تو این بازار هستم. میخواستم بپرسم که من که تو این بازار هستم و دارم معامله و ترید میکنم، ضررم خیلی تقریبا بیشتر، خیلی بیشتره. من میخواستم بدونم اینا چطوری مثلا میتونم کمش کنم. خب علی جان، ببین شما بعد اینم در نظر بگیرین که آیا آموزش دیدین یا نه. بعد خیلی از مسائل بعد، خب آموزشی که دیدید شما، آیا حل تمرین این هم داشتین با اساتید مربوطه؟ یعنی فقط صرف این نبود که بشینید پای ویدیوی آموزشی، کسی نه بوده من یا الان خودم جایی بوده که بتونه سوالتون رو پاسخ بده، ببینه شما بله درست من خودم متوجه الان شده؟ یه کار آموز هستم تو یه شرکت تو همین مربوط بازارهای مالی کار میکنم. یعنی دارین خودتون ترید میکنین؟ همینجا بله مایکتون آن شد بفهمید موردی هست. زنده باشید. من سوال علی جان رو متوجه شدم، اجازه بدید اگه اشکال نداره من پاسخ ایشون رو کامل بدم. اختیار داری حتما. ببین علی جان، اولا خیلی خوشحالم، خیلی وقتی متوجه شدم که شما سن 16 سالت هست و با سن کمی شروع به این کار کردی و تصمیم گرفتی که مسیر جدیدی رو تو زندگیت ایجاد بکنی، یک آینده فوق‌العاده رو برای خود رقم بزنی. خیلی خوشحال شدم اول که ایشون یه همچین نکته رو گفت که با سن کم شروع به این کار کرده. این تصمیم خیلی بزرگیه که معمولا ما دیر متوجه میشیم که باید روی پولمون سرمایه گذاری کنیم و قسمتی از پولمون رو وارد بازارهای مالی کنیم تا بتونیم که در کنار حالا هر شغل دیگه یا علاقه دیگه که داریم بتونیم به صورت کار حتی پاره وقت پولمون رو رشد بدیم. اما خب علی جان این کارو کرده. اما نکته ای که گفت برمیگرده به مسائل متنوعی. این که ما داریم در این بازار ضرر میکنیم و تعداد باخت ما تو این بازار زیاده، سوالی نیست که بخوایم با یک جواب اون رو حل بکنیم. علنا پایه ترین مشکل معامله گران آماتور این هست که تو این بازارها دارن ضرر میکنن. مثل این میمونه که بگیم اوکی من تازه نشستم، 3 ماه نشستم پای ماشین، هی به در دیوار میزنم، چیکار باید بکنم؟ خب این نیاز هست که یک نفر که مسلط هست یا اولا مراحل کارشون رو ببینه، یعنی یک کسی که چندین سال تو این بازار داره فعالیت میکنه، چم و خم کار رو بلده، یک راننده حرفه‌ای فرض بکنید بشینه کنار دستشون، دیگه اول چند تا سوال ازش بپرسه. یه اوکی تو این مسیر قدم زدی، داری رانندگی میکنی، مبانی اصلا روندن ماشین چیه، کلاچ چیه، ترمز چیه، مسائل باش مطرح کنه ببینه اطلاعات بیسش درست هست یا نه، و بعدا بگی اوکی یه کمی رانندگی کن ببینم مشکل کارت کجاست. یعنی دیدن، تازه این به شرط آن است که طرف دوره ای را گذرونده باشه و دیده باشه و مطالب را بیسیک رو و به صورت اصولی آموزش دیده باشه و بعدا ما بتونیم روش کار بکنیم. یه چیزی مطرح هست در معامله بین معامله گر به اسم استراتژی که هفته آینده ان شاء الله مفصل روش می‌خوایم صحبت بکنیم که چی هست و به چه صورتی باید ساخته بشه. هر شخصی در بازارهای مالی به یک سبک و یک استراتژی شخصی خودش داره معامله میکنه. خیلی خوب این سوال باید پرسیده بشه. علی آقا، یا هر شخص مبتدی که داری کار می‌کنی و الان متضرر بازار هستی، آیا شما یک استراتژی داری؟ آیا داری با اون کار می‌کنی؟ قوانین و مسائل استراتژی شما چیه؟ چرا داری ضرر میکنی؟ منی که مدرسم باید بیام نگاه کنم استراتژی شما و ایراد شما رو بگیرم. پس نگاه کنید مسائل، یعنی فقط این موضوع یکی از پایه هاش به مدیریت ریسک برمیگرده که اگر شما اون رو رعایت نکنی که کلا چهارپایه سقوط میکنه، یعنی پایه اصلی ماجراست. اما اگر اون رو داری رعایت میکنی علی آقا و اون رو داری درست استفاده میکنی، اوکی حالا تازه باید بریم سراغ استراتژیت. چون من از این موضوع اطلاعی ندارم، فقط دارم به شما اطلاع میدم. اولین آیتم در بازارهای مالی مراعات کردن مدیریت ریسک. 3 تا قانون داشتیم. 1، تکرار میکنم، این که شما یک قسمتی از کل سرمایه‌ت رو وارد بازار فارکس کرده باشی. 2، در هر معامله آیا 1% پولتو بیشتر ریسک میکنی یا نمیکنی. 3، آیا معاملات شما ریسک به ریوارد 1:3 یا بیشتر میده یا نه. اگر جواب شما در هر سه آیتم بله است، شما مشکل تو استراتژیت داری. باید بریم استراتژی شما رو بررسی کنیم که نیاز به زمان و جلسات خصوصی و یعنی نیاز به یک مدرس داره که شما رو ببینه. ولی اگر جواب شما خیره، شما تو مدیریت ریسک مشکل داری و باید روی اون موضوع کار بکنی. میتونی هم به ریسرچ بکنی، هم توی جاهای مختلف کتاب بخونی، هم به مجموعه ما رجوع بکنی تا ان شاءالله توی مسیر موفق بشی. بریم سراغ سوال بعد. خیلی ممنون جناب آقای پدرام. سلام، خسته نباشید. سپاسگزارم، ممنونم، در خدمتتون هستم. من یه مسئله که برای خودم پیش اومده بود، اگه اجازه بدید تو قالب یه مثال در واقع مطرحش کنم که ایشالله بهتر متوجه موضوع بشین. شما فکر کنین یه اکانت $1000 دارین
ترید کردیم، حالا به خاطر حالا مبتدی بودن تو یا هر مسئله دیگه شده اکانت تو 500 دلار. هنوز هم که اکانت شده 500 دلار با همون 1%، یعنی چون 1000 دلار که شما اکانتتون باشه اولش 1% پولتون میشه 10 دلار، الان که شده 500 دلار باز هم با اون 1% اولیه یعنی 10 دلار ترید میکنین یا نه با 5 دلار ادامه میدین و یا اینکه تغییراتی رو توی لات به وجود بیارین؟ من مثلا این مشکلم این بودش. خیلی سوال خوبی پرسیدی پدرام عزیز، خوشحالم که این سوال مطرح شد. یکی از مبانی مهم در بحث مدیریت سرمایه به اصطلاح، نه بحث مدیریت ریسک، این هست که شما بتونید این موضوع، این سوالی که پرسیدی رو حل بکنید. نگاه کنید، ما زمانی که به شما داریم میگیم شما باید 1% پولتون رو به خطر بیاندازید، این نیست که شما در هر یک از معاملاتتون در هر لحظه برید حساب کنید که ببینید پولتون چقدره. مثلا در ابتدای هر پولم 1000 دلار بوده، طی چند هفته معامله به هر فرمتی پولم شده، مثلا نگم چند تا، بگم یه معامله، اصلا توی یک معامله پولم شده 1050 دلار، 50 دلار به پول من اضافه شده، آیا من دوباره باید بشینم 1050 دلار رو یک دفعه حساب بکنم یا نه؟ جریان دقیقا از داره. خوب دقت بکنید، کاری که شما باید بکنید اینه، شما باید دوره های معاملاتی برای خودتون تعریف بکنید. یعنی به خودتون میگید اوکی، من در یک دوره معاملاتی که بهترین حالتش هم یک ماه است، شما در یک دوره یک ماهه شروع میکنید به محاسبه 1% پولتون. در اون دوره معاملاتی که یک ماهه با همون 1% پولی که هست معامله میکنید، جدا از این که پولتون ضرر میشه در هر معامله یا سود میشه در هر معامله. علتش خیلی واضحه. فرض بکنید که شما در یک معامله 1% پولتون رو حساب کردید، شده مثلا 10 دلار. این 10 دلار رو وارد معامله کردید، ضرر شده. معامله بعدی رو دارید وارد میشید، اوکی، پولتون یه مقداری کمتر شده. بنابراین دوباره دارید وارد معامله میشید، 1% اون رو حساب میکنید، مثلا دو میشه 9 دلار. 19 دلار به خطر افتاده. این پول همینجوری داره کم میشه. مثلا شما فرض بکنید 3 تا یا 5 تا معامله اولتون متاسفانه با ضرر بسته شد و شما 1% قابل توجهی رو از پولتون از دست دادید. حالا اگر میخواید اون رو جبران بکنید، جبران کردن پول الان دیگه، مثلا که پولتون 1%ش رسیده به عدد 6 دلار، زمان خیلی بیشتری میبره به اینکه شما باید هی سودای متوالی انجام بدید. وقتی من میگم شما در یک معامله 1% پولتو از دست دادی، اگر بخوای جبرانش کنی تو همون معامله، تو معامله بعدی دوباره باید 1% همون پول قبلی باشه که اگر شما اونو به دست آوردی، 1% با اون 1% بره، که اگر 2% سود کردی، 1%ش با ضررت بره، 1%ش هم سود 1% واقعی رو به شما بده. بنابراین شما کاری که میکنید اینه پدرام عزیز، شما الان پولت رسیده به هر چقدر؟ به 500 دلار. اوکی، اولا که ناراحت کننده است که نصف پولتو از دست دادی، بار روانی ممکن آدمو اذیت بکنه و این طمع رو در وجود آدم ایجاد میکنه که آدم بیاد با ریسک بیشتری وارد معامله بشه که زودتر ضرراش جبران بشه. حتما به علت عدم اطلاعات کافی خب به اینجا رسیده ماجرا. اما راه اصلاحش موجوده، کماکان که کمی زمان میبره، اما راه اصلاحش موجوده. از یه جایی به بعدم سود بهره مرکب شما رو به سرعت جبران میکنه و دقیقاً بهتر از چیزی که بودی رو برات ایجاد میکنه. کاری که باید بکنی اینه، شما یک ماه از همین فردا یا مثلا هر روزی که داری معامله میکنی استارت میزنی، 500 دلار رو تبدیل میکنی به 1%، 1%ش میشه چقدر؟ 5 دلار. 5 دلار رو میذاری حکم 1% برای محاسبه لاتت در تمام معاملات در این ماه جاری. بعد از پایان ماه مثل یک حسابدار میشینی حساب میکنی چقدر سود کردی، چقدر ضرر کردی، مثلا حساب رسیده به 580 دلار. اوکی، برای ماه بعدی 1% 580 دلار رو حساب میکنی و در کل ماه بعدی با اون عدد حکم معاملته، با اون شروع میکنی محاسبه لات رو انجام دادن. اینم از جواب پدرام جان. بریم سوال بعدی از جان اگر نکته ندید. خانم تینا عزیز سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقتتون بخیر. من با موبایل خانومم وصل شدم، برای همین الان صدای من میاد، تعجب نکنید. من دو تا سوال سوال از خدمتتون دارم. یکی این که این بازار فارکس و اینا، حالا الان بازار بورس تهران رو که نگاه میکنیم، یه چند سالی هستش که روی بورس افتاده و همه داخلش اومدن و سودده شده. بازار فارکس تا چه مدتی اینجوری هستش که روی بورس باشه و سود بده؟ این سوال اولم هست.
سوال دوم اینه که کسانی که مثل شما میان تدریس میکنن، اگر که پول خوبی از بازار فارکس در میارن، چرا پس دنبال تدریس هستن، یا اینکه نه اصلا از روی علاقه شخصی، یا اینکه استراتژی خاصی پشتشه؟ این دوتا سوالی هستش که من داشتم. ممنون. مرسی. من اسم شریفی دارم بگم الان؟ تینا خانم. من جواد هستم. آه جواد. مرسی عزیزم، من سوال شما رو متوجه شدم. ببینید، بحث بازار بورس، حتی این سوالی که پرسیدی مقداری خارج از جریانه، اما چون دلم نمیخواد شنونده به سوالشون پاسخ داده نشده باشه، من خیلی خلاصه بهتون جواب میدم. بحث بازارهای فارکس و کلا بازارهای بین المللی به کل با جریانش با بازارهای ایران و بورس ایران متفاوته. فرق عمده و اصلی اون وجود یک قراردادی به اسم CFDه. قرارداد CFD به شما این کمک رو میکنه که شما از اختلاف حرکت قیمتی سود به دست بیارید، و قوانینی در اون جاریه که به شما کمک میکنه که شما هم از پایین رفتن قیمت سود بگیرید و هم از بالا رفتن اون. یعنی حجمه ای وجود ندارد که شما رو هول بده به سمت اینکه بودو بودو بفروش داره خراب میشه اوضاع، یا بودو بودو بخر که جا نمونی. اصلا این موضوع کلا در بازارهایی که باس به صورت CFD، چه سهام، چه بازارهای مالی، چه بازارهای کالا، چه کریپتوکارنسی یا همون رمزارزها، یا هر بازار دیگه‌ای، به کل از این جریان مستثنا میشن، مگر اینکه شما در بازارهای سهام بخوای سهامداری کنی، که یک قرارداد دیگه هست بهش میگیم شیر دیلینگ. شما در اون حالت میتونید مثل بورس ایران سهام بخری و نگه داری بلند مدت. ولی تو بازاری که الان دارم صحبتشو میکنم، که به صورت CFD داره ارائه میشه در تمام دنیا، شما چون نه خرید نه فروش برات اولویت نیست، هر وری بازار رفت شما در هر لحظه میتونی کار انجام بدی. بنابر این اصلا اینکه الان بازار تو بورسه، الان بدو بدو دیر میشه، دو سال خوبه، سالیان سال است که بازار پابرجاست و تا یک قوانین ثابتی داره حرکت میکنه و شما هر لحظه از بازار میتونید لذت ببرید. نکته دوم، حجم در بازارهای مالی فارکس نزدیک 6 تریلیون دلار در روزه. عددیه که رو کاغذ تعداد صفراش انقدر زیاد هست که قابل توجه باشه. پس تعداد معاملات فوق العاده زیاده. یعنی شما چیزی به اسمه که الان صف خرید و فروشه رو ندارید. الان در صف گیر میکنم و نمیتونم سهاممو به یکی بندازم ندارید. اصلا بحثا میره کنار. هر لحظه ای از شبانه روز اراده بکنید میتونید سهامتون رو یا ارزتون رو به فروش برسونید، و اینم دعوای بروکرها سر چند صدم ثانیه است. یعنی مثلا فلان بروکر میگه من اوردر شما رو زیر مثلا 0.1 ثانیه اجرا میکنم. حسابایی داریم به اسم حسابای ECN که اصلا برای این اومده که برای کسایی که دارن اسکلپ میکنن، تو تایم پایین دارن کار میکنن، در چند ثانیه معامله شون رو باز کنن یا ببندن. بنابراین کلا جریان بازارهای جهانی و سردمدار اونها بازارهای فارکس کلا بازاری است که دو طرفه است. بنابراین اصلا بحث این توش نمیشه، که شما فقط باید شما علمش رو داشته باشید دیگه. نیازمند این هست که شما تجربه و علم داشته باشید و از این بازار لذت ببرید. سوال دوم راجع به این که کسایی که میان تدریس میکنن دغدغه‌شون چیه واقعا، چرا دارن تو این بازار تلاش میکنن، مگه پول از جای دیگه در نمیارن؟ این سوالی بود که منم اولین بار از مجموعه پرسیدم. اصلا واسم سوال بود کسی که داره تو این کار پول در میاره چه دلیلی داره که بیاد اصلا تدریس کنه، از این حرفا بزنه، خودشو خسته کنه. دو تا میتونم به جواب بدم تو این زمینه که خودم به جواب رسیدم و دارم به شما ارائه میدم. جواب اول، اولا این که کسایی که دارن تو این بازار کار میکنن، عمده آدمای موفق اصلا همین فکر رو دارن، اصلا نمیان به شما بگن. یه تعداد خیلی خیلی محدودی هستن که در این بازار موفقن و دارن ارائه هم میدن. البته در تمام بازارها یه سری شایعات وجود داره که به اسم مدرس کلاهبرداری دارن میکنن. اونا رو بذارم کنار، که عمده افراد تو این دسته شاید قرار بگیرن که با علم کم، اطلاعات کم و دارن فقط بحث مالی، چون نتونستن تو بازار مالی موفق بشن، دارن این کار رو انجام میدن. اما خب یک عده دیگه هم هستن که به رسم ادب، به رسم علم آموختن، خب دارن این کار رو انجام میدن. درسته همه چیز پول نیست، این رو شاید الان شما درک نکنید که همه چیز پول نیست، اما زمانی که به یک کالای میرسی و اون پول میرسی، میفهمی که آره میتونم از این بگذارم و حالا نش بدم، حالا بیام دست دو نفر دیگرم بگیرم. دید خیرخواهانه این میتونه هدف دوم افرادی باشه که به پول رسیدن، که دسته کمی هستن که دارن توی مسیر قدم برمیدارن در این حال که موفقن. تو مجموعه ما اساتیدی هستن که شاید تا آخر عمرشون هم کار نکنند، اینو دارم به جرات بهتون میگم، من چیزی که لمس کردم، تا آخر عمرشون کار نکنند ساپورت مالی هن. ولی علاقه دارن،
با خودشون عهد کردن که تو این بازارها بمونن و دست چند نفر دیگر رو هم بگیرن. جریان میتونه واقعا این باشه و هست. نکته بعدی این که زمانی که من میتونم برای خودم لپتاپمو بردارم بریم یه کنجی بشینم، برای خودم یه جایی از دنیا توی هتلی، یه جای لاکچری برای خودم معامله کنم با یک لپتاپ و زندگی خودم رو بکنم، یه نگاهه. یه نگاه همینه، خب من بیام یک مجموعه رو راه بندازم که در کنار من 4 تا نفر تو رشته های دیگه، همه که دوست ندارم تو بازار مالی فعالیت بکنن، اما من پتانسیلش رو دارم که یک مجموعه رو راه بندازم که 2 نفر هم بیان تو زمینه IT فعالیت بکنن، اونا حقوق بگیرن، اونا کار کنن، 2 نفر بیان تو زمینه پشتیبانی سایت، تو زمینه طراحی سایت، تو زمینه های فضای مجازی، تو زمینه های مارکتینگ که دوست دارن، عاشق این کارن، بیان فعالیت کنن، بیان تو زیر مجموعه من کار بکنن. یعنی تشکیل یک مجموعه با هدف گسترش و پخش پول، همون چیزی که توی مبانی اسلامی هم داریم، یه سفره پهن بکنیم 4 نفر دیگه هم بیان از این سفره نون بخورن. پس بنابراین صرف این شما نگاه نکنید که یه نفر حالا اینکه میتونه بره پول در بیاره چرا اومده این کارو میکنه، نه، همیشه انگیزه های دیگه خارج از پول هم وجود داره. بریم اگر از اینجا نکته‌ای نداره راجع به سوال بعدی. خواهش میکنم همین جان. عالی. فقط من این نکته خیلی کوچیک اضافه بکنم، این که خب در دنیایی که ما الان داریم زندگی میکنیم، در این عصر ارتباطات، خیلی از آدم‌های موفق هستن که الان حالا به قول شما دیگه اصلا هیچ نیازی هم نداره، نه تنها خودش، 7 نسل بعدش هم نیاز نداره که بخواد کار بکنه با سرمایه‌ای که این فرد جمع کرده، ولی الان داره به کار آموزش به سر رو آورده، داره آموزش میده. خب به هر حال انگیزه هایی هست. بریم سراغ نفر بعد، آقای مهرشاد غفوریان. سلام. من سوالی که داشتم این بودش که مثلا بازار فارکس با پیپ جابجا میشه، حالا ما بخوایم سهامداری بکنیم، مثلا سهام آمازون رو بخریم، اونو چجوری باید مثلا مدیریت ریسک کنیم؟ اگه یه توضیح بدیم مثلا اون تغییراتی که مثلا استاپ لاس گذاشتیم اونو چجوری تبدیلش کنیم به مثلا لات. مرسی مهرا جان، اینم سوال خوبی بود که مطرح کردید. مشخصه که تو این زمینه دارین فعالیت میکنید. ببین، تمامی بازارهای مالی، یعنی چارتاری که شما باز میکنی، مبنای محاسبه و مبنای پیپه. اما یه فرقی بعضی وقتا داره که همون چیزی که گفتم، پیپ ولیو، همون فاکتوری که شما گفتم به صورت قانون استاندارد در محاسباتتون عدد 10 رو جایگذاری کردید، این عدد گاهن متفاوت میشه. در بازارهای فارکس تغییراتش کمه، مثلا ممکنه که شما عددش مثلا پوند به آودی رو که دارید معامله میکنی عدد برسه مثلا به 11، یا مثلا یه معامله دیگه بشه 9.8. اوکی. و شما فرمول این بود دیگه برای محاسبه لات، شما میومدی 1% پول تو تقسیم بر استاپ لاس میکردی و تقسیم بر عدد پیپ ولیو میکردی. این پیپ ولیو عرفاً 10ه، اما مثلا یک کسی که داره داو جونز، یعنی شاخص آمریکایی رو معامله میکنه، اوکی، این عدد یه مقداری متفاوته چون حجم معامله اونجا بسیار بالاست و تغییر میکنه. برابر این شما شاید عدد 10 رو باید متغیر بذارید. توی سهام هم همینه. حالا بر مبنای قراردادهای متنوعی که دارن بروکرها ارائه میدن، ممکنه یه مقداری عدد متغیر باشه. اگر میخوای به صورت سعی خطایی به دست بیاری عددشو، خیلی راحته. در یک حساب دمو یک حساب باز میکنی، حجمتو بذار 1، در حساب دمو که همه بروکرها ارائه میدن، لاتتو بذار 1، یه معامله کن ببین هر پیپ جا به جایی چند دلار تو رو تو سود یا ضرر میبره، خب این ارزش هر لاتو بهت میده، یا نه از پشتیبانی که تو مجموعه هم بروکرت هست بپرس، اونا بهت لیست کامل پیپ ولیو، اعدادش و تغییراتش رو همه رو به شما ارائه میدن، شما میتونی تو محاسباتت ازش استفاده بکنی. جناب آقای امیر میری. من عذر میخوام اگر قرار وقتتون رو بگیرم. من یه سوالی که داشتم این بودش که من الان تقریبا 1 سال و خورده‌ایه که حالا آشنا هستم با این بازار، حالا توسط مثلا یه سری از مدرسام آموزش دیدیم، منتها فعلا داریم دیمو کار میکنیم، حالا من با چند از دوستام فعلا داریم دیمو کار میکنیم، دقیقا زمان دقیق شروع نمیدونم کی باید باشه. بعضی وقتا هستش که مثلا شما میگین 10% مثلا سود تو ماه یه سود منطقیه، مثلا ما میگیم که خب این خیلی بیشتر از این ما داریم در میاریم تو همین دمو، ولی بعضی وقتا هم از خب بالاخره ضرره دیگه. فقط یه دونه این سوال بود که کی باید شروع کنیم، یعنی کی میتونیم مثلا پول بذاریم توی این بازار. یه دونه سوال دیگه هم که داشتم این بودش که حالا این بحث تدریس و اینجور چیزا پیش اومد، سوال من این بودش که
کسایی که حالا تدریس نمی کنن، کسایی که مثلا به عنوان تریدر حقوق می گیرن، اینا خب مثلا اگر خودشون در میارن مثلا ترید درست حسابی میتونن بکنن، برای چی مثلا بعد برن از اینجا حقوق بگیرن که ترید بکنن؟ متشکرم، همین سوال هم بود. ببینید راجب بحث سوال اولتون، این کاملا برمیگرده به مسائل استراتژی معاملاتی که من انشاءالله در هفته آینده به همراه سایر دوستانی رو توضیح میدیم و مفصل روش صحبت میکنیم، چون خیلی بحث داره و خیلی نکات ریز و درشت داره و یکی از اون مسائل همین جریانه که اشخاصی که میخوان وارد معامله بشن، به اصطلاح قبل از اینکه وارد معامله میشن بک تست میگیرن از به خاطر اینکه مطمئن بشن که اونا تو مسیر درست هستن و به صورت متداول دارن سود میدن. چرا بک تست میگیریم؟ بس به خاطر اینکه مطمئن بشیم به صورت متوالی داریم سود میگیریم. یعنی ما یک معامله گری هستیم که اینجوری نیست باری به هر جهت یک ماه مثلا یهو 20% سود شده، اما توی ماه بعدی یهو 15% ضرر شده، 10% ضرر شده، یا اصلا هیچ چی گیرمون نیومده. اوکی، یه مقداری عجیبه. نکن وقتی شما داری یه همچین سیری رو حرکت میکنی، یعنی استراتژی معاملاتی یا بحث مدیریت ریسکت و یا سایر مواردی یه جاش لنگ میزنه. بنابراین بخوام فقط جواب شما رو بدم و وارد جزئیات نشم، اینه تا زمانی که شما به صورت ماهانه پشت سر هم حداقل 3 ماه اوکی در سود نبودید، خب البته 3 ماه میگم که دیگه خیلی اوور کرده باشم که خیال خودتون راحت کرد راحت بکنید، اما ممکنه یه کسی بگه نه من مثلا من 1.5 سال دارم کار میکنم مثل شما. 1.5 سال عدد کمی نیست، کسی که داره 1.5 سال کار میکنه خیلی بالا پایین بازار چشیده، اما من برای کسی که از صفر شروع کرده دارم میگم 2-3 ماه در سود نبودید و یه هی داره بالا پایین میشه، با عدد اصلی وارد بازار نشید. دقت بکنید، با عدد اصلی که میخواید برید وارد زندگیتون کنید وارد بازار نشید، با یه عدد کوچیکی میتونید وارد بازی بشید. برای چی؟ برای اینکه در بازار لایو اتفاقاتی خواهد افتاد که خود شما رو شوکه خواهد کرد، نه اتفاقاتی که بازار رو تون 1.5 سال ندیده باشی، اتفاقاتی که تو رقم میزنی و عکس العمل هایی که تو داری و اصلا هیچ وقت اونها رو ندیدی و زمانی ایجاد میشه که فقط در بازار لایف با پول واقعی داریم کار انجام میدی. به اصطلاح مسائل سایکولوژیک بازاره یا مسائل روانی بازاره که اینها فقط و فقط با پول واقعی ایجاد میشه و شما باید اون رو بچشید. اوکی، خیلی وقتا پیش میاد کسایی که تو بازار دمو دارن کار میکنن میگن نه من خیلی اوکی ام، خیلی دارم پول درمیارم، اما تا میرن تو بازار لایف اصلا اوضاع میریزه به هم دیگه. خیلی اتفاقی طرف خودش رو که باهاش صحبت میکنیم شوکه میشه که چرا من این عکس العمل ها رو انجام دادم در حالی که اصلا همچه خبری نبود تو بازار دمو. اوکی، پس 2 مطلب مهم رو ارائه کردم برای شما. 1، تا زمانی که به صورت عادی در دمو به سود نرسیدید، به صورت متوالی چند ماه به سود نرسیدید، وارد بازار لایو نشید با پول اصل پولتون، اما در این بازه اگر دیدی تو سود هستی میخوای تست بکنی برای تمرین مسائل روانشناسی بازار با یه پول حداقلی که اگر همش هم دست رفت مهم نباشه واسط، حتی با یک حساب سنت، چون بعضی از بروکرها حساب سنت هم ارائه میدن، با یک حساب سنتی که فقط احساس از دست رفتن پول زرین داشته باشی وارد معامله بشی در حساب واقعی و لایف و خودتون رو و استراتژیتون رو به اصطلاح بسنجید. این هم یک راه حل برای دوستانی هست که مثل شما این مشکل رو دارند. راجع به اون دسته از افرادی که دارن ترید میکنن، ببین اهداف متفاوته دیگه. ممکنه بعضی ها اصلا، چون تو این بازار در هفته‌های گذشته صحبت کردیم، بعضی‌ها میتونن فقط تحلیلگر باشن، بعضیا میتونن فقط بیان مشاوره بدن، بعضیا میتونن گزارش و مقاله بنویسن، بعضیا میتونن واسه مجموعه ای ترید بکنن و بعضیا نه برای خودشون میخوان ترید بکنن. قاعدتا اون کسایی که دارن واسه خودشون ترید میکنن، اوکی، نیاز ندارن که از پول جای دیگه وارد کار بکنن، بنابراین یا پول خوبی دارن از بیس یا نه صبورن و میسن پولشون رشد بکنه. اون دسته از افرادی که وارد مؤسسات خاص میشن، اینا آدمای معمولی نیستن، تریدرهای آماتوری نیستن که بهشون پیشنهاد داده میشه که بیای تو فلان شرکت، بیا تو فلان هج فاند، بیا تو فلان مؤسسه بانکی برای ما ترید کن، چون اینا از 1000 تا فیلتر رد میشن. اینا آدمایی نیستن که مثلا طرف در معاملاتش بگیر نگیر داره، اینا الان تاپ لول ترین معامله گرای دنیا که اینا از طرف مؤسسات هم الان گلچین میشن و بهشون پیشنهادهای سنگین مالی داده میشه که اینا شاید تو خوابم ندیده باشن. بنابراین تا زمانی که خب اون پولار واسهشون جذابه قاعدتا و تا زمانی که اون پشتیبانها اون افراد خیلی ها برای تجربه هستن،
وارد این جریانات میشن تو مؤسسات میمونن، ولی از اون زمان به بعد که دیگه میتونن سرمایه‌شون به حدی رسیده که دیگه اون عددی که اونا دارن به عنوان حقوق بهشون میدن کاورشون میکنه، برای خواهتا میان و برای خودشون معامله میکنن. پس بنابراین بحثی که تو مؤسسات میمونن، یکی از بحثاش بحث پیدا کردن تجربه است، دو رزومه کاریه و دیدن آدمای معروف، بالاخره خود دیدن اون ستابی که داره اونجا معامله میکنه برای یک مؤسسه مالی که میلیارد دلار دستش پوله و داره جابجا میشه، اون خیلی مهیجه. اما نکته بعدی بحث پوله، برای به دست آوردن پولای سنگینی که به این افراد پیشنهاد میشه و اینا در حالت عادی اصلا پولو ندارن یا خیلی زمان میگیره تا اون پولو به دست بیارن. بنابراین دو تا انگیزه میتونه آدما رو تو این مسیر وارد کنه. علیرضا جان در خدمت شما. حمید جان خیلی خیلی ممنونم از لطفتون و اینکه من فکر میکنم دیگه اکثر سوالات مهم رو پاسخ دادیم. دوستان اگر که خواستین در خصوص مطالبی که ما خدمت شما عرض کردیم انتقادی پیشنهادی داشته باشید، هم میتونین از طریق دایرکت مسیجی که توی کلاب هاوس هست به بنده مراجعه بفرمایید، من در خدمت شما هستم. روی سایتمون هم شماره های پشتیبانی هست، میتونین اونجا سوالاتتون یا همین مسائل رو بفرمایید، ما بتونیم انشالله کمک بیشتری به شما بکنیم. و بازم تاکید میکنم هدف ما از برگزاری این جلسات اینه که سعی بکنیم خیلی خلاصه اطلاعات کامل رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم که انشالله علم و دانش معامله‌گری تو این بازارها رو برای شما عزیزانی که حالا فارسی زبان هستین در هر جای دنیا تشریف دارین فراهم بکنیم و قابل استفاده باشه. من عرضی ندارم، اگر همین جان شما نکته دارید که اضافه فرمین خوشحال میشیم، اگر نه من جلوتر از شما از همه عزیزان خدافظی میکنم. وقت همگی بخیر. مرسی عزیز جان، مرسی از نکاتی که بیان کردید. به نظر من جلسه پر از نکته و جزئیاتی بود که فکر میکنم کسایی که تازه تو این مسیر وارد شدن خیلی نکات جدیدی رو شنیدن. نیاز هست که این مطالب رو حالا یا یادداشت برداری کرده باشن یا که فیلم‌های ضبط شده یا این صوت‌های ضبط شده رو به نظرم میرسه که تو یوتیوبمون منتشر میکنیم با اختلاف زمانی، میتونن اونجا دوباره مجددا رو ببینن استفاده کنن. حتما از این وقتی که به صورت رایگان در اختیارتون گذاشته شده استفاده کنین. تجربی است که در طول چندین سال به دست اومده و میتونه، هدفش این نیست که شما رو الان معامله گر کنه، اشتباه برداشت نکنید، ما دنبال این نیستیم، ما دنبال این هستیم که شما تو این مسیر به درستی وارد بشید، صحیح خطا نکنید، چون زمان مهمترین فاکتور برای شماست و پول خب چیزی است که در زمان میتونید خرجش کنید و اون هم بسیار اهمیت داره. این دو آیتم رو سعی میکنیم برای شما سیف کنیم و ذخیره کنیم تا ایشالله بتونید چند قدم جلوتر از کسایی باشید که یا حداقل فارسی زبانهایی باشید که توی این مسیر دارن شروع میکنن به آموزش. براتون آرزوی خیر و برکت و روزی بیشتر رو دارم. ایشالله هر جا هستید شاد و پیروز باشید.